با درود فراوان حضور شما بینندگان گرامی تلویزیون ITC اسد زرین مهرم. از زمانی که انقلاب اسلامی به وقوع پیوست میلیون ها ایرانی وطن رو ترک کردند. فریختگان و دانشمندان و متخصصین و دکترا و مهندسا و خلاصه اینها مجبور شدن یا ترک اجباری به عبارت دیگه ترک اجباری کردن و در کشورهای مختلف مستقر شدن. بنابر خاصیت خودشون که کوشایی و پرکاری و هوش و ذکاوتی که داشتن، نهادهای اجتماعی مختلفی رو در سراسر دنیا به وجود آوردن. از جمله زمانی که در سال 1388 که من و خانواده‌ام به تورنتو اومدیم، در اینجا کانون‌های مختلفی بود. انجمن ایرانیان بود، سازمان زنان تأسیس شده بود و همچنین کانون مهندس. بسیاری از این نهادهایی که بودن مثل انجمن جوانان اینا منحل شدن، ولی کانون مهندس خوشبختانه همچنان ادامه داشت و تا به امروز رسید. امروز خوشحالیم که در خدمت آقای مهندس مهران محقق، رئیس هیئت مدیره کانون مهندس در استودیو هستیم. آقای مهندس خوش آمدید. سپاسگزارم. اجازه بدید پیش از پیش قدردانی کنم از این مهر و لطفی که داره تلویزیون ایرانیان و این اجازه و امکان رو به ما میده که کانون مهندس رو در موردش صحبت بکنیم و از خدمات و امکاناتی که کانون مهندس در اختیار ایرانیان قرار میده، ایرانیان مقیم کانادا قرار میده، در واقع صحبت بکنیم. آقای مهندس، شما از همون اول تشریف نداشتیم توی این کانون یا بودید؟ من از سال 1997 اومدم توی کانون. چطور از سالیان گذشته بودم. خب حالا که در به اصطلاح در عضو رئیس هیئت مدیره هستین، راجع به این کانون که این کانون چه سالی تأسیس شد و از کجا بودجه میگیره؟ بله، کانون مهندس از سال 1988 در کانادا تأسیس شده و حقیقتا یک کانون داوطلبانه است که همه تمام در واقع درآمدش از همین عضویت اعضا هست. هیچ من برای درآمد دیگه ای نداشته. نسبتا ما بودجه دولتی نداریم. عجب، بودجه دولتی نمیگیریم. نه، ما بودجه دولتی با همت اون بله، یعنی شهریایی که میدادن. حالا مثلا یه حالا که الان حداکثرش سیستم 100 دلار در سال توجه میکنیم. ولی همه این کار تورم رفته بالا، نباید ببریم مثلا 120 دلار ما 10 دلار. ما حقیقتش اینه که ما اومدیم برای خدمت، ما اینجا کار داوطلبانه است. آزاد اون چند نفر هستید؟ ما الان حدودا ببینید الان ما حضور 200 نفر عضو رسمی داریم. عضو رسمی خب قبل مثلا توی ایمیل لیست چیزی نیستش. خب ایمیل لیست ما مثلا 2500 نفر. ایمیل لیست شما 2500. ما قبلا مثلا خیلی افراد اومدن رفتن ارتباط داشتن. حالا اون کسانی که حق عضویت میدن 200 نفر. 200 نفر پید دارن آدمای خیلی کمه. ولی خب ما حقیقتا ما با هم اداره میکنیم. بیشتر خب بچه‌ها خودشون کمک میکنن. بعضی هم وقتی که میذاریم بچه حجم زیادی، ساعت‌های زیادی وقت میذاریم برای کمک به این بچه‌های نیوکامری که میان، تازه واردینی که وارد کانادا میشن. برای اینکه ما اون روزایی که اومدیم روزای سخت و دشواری رو طی کردیم، ولی الان خب خیلی امکانات فراهم شده. واقعا تورنتو یه شهری هست که الان حجم زیادی از ایرانیان مقیم شدن و یه تعداد زیادشون مهندسن. خب مهندسان ما کمک میکنیم به بچه های تازه وارد، به اونایی که میخوان لایسنس بگیرن، به اونایی که میخوان در واقع کار پیدا بکنن. همه اینا این خدماتی هست که همه داوطلبانه است و همه افرادی هم که توی انجمن مهندس کار میکنن اینا داوطلبانه کار میکنن. قرانی هم کسی بهشون یادم آقای مهندس اون زمانهایی که به اصطلاح یادم بیشتر در زمان آقای مهندس زاهدی فعالیت های بیشتری داشتین اون موقع و اما اقسام جشن ها رو میگردم، پیکنیک میگردم، اما ما میرفتیم گزارش تهیه میکردیم از تلویزیون شهر ما اون موقع نه. پخش میکردیم. کلا چه برنامه هایی به این صورت شما؟ ما اون تمام نمکایی به قول من در واقع یه دما یا ایونت ها رو داشتیم ما تا سال گذشته و تا زمانی که این در واقع مورد کرونا اومد
ما اکثر این جدما میامون رو میشه. یادآوری میکنم که ما چهارشنبه اول هر ماه برای مدت بسیار طولانی در همین هتل شرایتون نزدیک شما های بسیمن اینجا جلسات جدمای ماهانه داشتیم که در واقع یه سخنران دعوت میکردیم، افراد میمدن هم سخنرانه خیلی خوبی رفتون دعوت کردیم، خود شما پروفسور رضا خود شما تشریف داشتیم، پروفسور زاده اینا واقعا مقامات علمی بزرگی بودن، شخصیت های نامدار، خود آقای الان حضور زن دارم کوشش میکنم که یادم بیاد، آقای فیروز نادری، دکتر فیروز نادری از نسا، اینا خود شخصیت های بسیار بزرگ. ما در ما مارچ قرار هست پروفسور انقطاع بیاد در جلسه چیکونه، منتها از زمانی که کرونا شد ما مجبور شدیم تمام اینا رو بسونیم، کرونا که همه برنامه رو به هم ریخت، ولی ما ادامه دادیم در آنلاین، به صورت آنلاین در زوم ما تمام این سخنرانی ها رو بلا انقطاع ادامه دادیم و حجم زیادی از کار انجام، حتی ما نوروز رو یلدا رو به صورت آنلاین اداره کردیم. امسال نوروز میگیره درسته؟ ما کوشی در هیئت مدیره بحث هست که با شرایطی که به امروز در مملکت هست حالا به صورت جشن و پاکوبی و رقص و اینا درست نیست برای درسته. مردم ایران ما هم اتفاقا میونه کلمه تو ما هم امسال تصمیم گرفتیم که برنامه نوروزی رو برگزار بکنیم، منتها نه به صورت گذشته، برای اینکه این سنت های ماست و این کسانی هم که کشته شدن به خاطر همین سنت های زیبا و ملیت و هویت ملی مونه و به همین خاطر ما هم دوست داریم که اینو بگیریم، منتها در فرمت جدید، در فرمت جدید، فرمت جدید با شکل و شمال جدید. ما هم کوشش داریم در هیئت مدیره بحث و تبادل نظر و پلنینگ داریم انجام میدیم که در فرمت جدید ببینیم به چه صورت این کار رو انجام بدیم و در صورتی در حالتی باشه که در واقع شکل همبستگی با مردم ایران داشته باشه که احساس بکنن که با ما ایرانیانی که اونجا هستیم هم درد اونا هستیم، هم دل هستیم اونا، این احساس در اونا در ما واقعا وجود داره. هر کسی که عرق ایرانی داشته، خون ایرانی داره باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه. شما وقت با سازمان ها و نهادهای دیگه ما انسان خیلی خیلی هوشمندانه فرمودید، ما علاوه بر این که خب کانون مهندس که خب یک قدیمی ترین سازمان مهندسی اینجا هست، با سایر انجمن های مهندسی که مثلا فرض کنید که انجمن فارغ التحصیلان دانشکده فنی تهران که اینجا به نام کانون فنی اونتاریو نامیده میشه، فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف به نام سوتا نامیده میشه اینجا، یادم فارغ التحصیلان دانشگاه تبریز، دانشکده نفت آبادان و انجمن های دیگه مثل انجمن فرهنگ شناخت و حتی انجمن دانشجویانی که مقیم دانشگاه حالا تورنتو، دانشگاه یورک و دانشگاه متروپولیتن که قبلا را ارسال نامیده میشد، نه هم ارتباطات، همکاری های مشترک داریم، اتصالات داریم و بخشی از در واقع ایونت همون رو با اونها برگزار میکنیم. هرچه دست بزرگتری باشه این توانایی ما بیشتره. هیئت مدیرتون چند نفره؟ هیئت مدیر ما 7 نفر عضو اصلی داره و 7 نفر عضو علن بدن. صحیح. ما علاوه بر هیئت مدیره یه هیئت امنا هم داریم. اونا چند نفره؟ اونا به تناسب 12 نفر، 14 نفر. چون یه تعدادی عضو افتخاری هم دارم. ولی به هر حال 2 هیئت هست. هیئت مدیره که امور اجرایی و کار در واقع انجام کار رو به عهده داره، وظیفه اجرایی داره، و هیئت امنا که بیشتر سمت در واقع چتر حفاظتی مهندس محتوی داره و بیشتر چه کسانی انتخاب میشن جزو هیئت امنا؟ من میدونم که آقای مهندس زاهدی جزو افرادی که حداقل با 10 عضو مهندس باشن، یه تعداد شما اکثرشون هم خوب شخصیت های خیلی قدیمی و استخوندار مهندس هم، همطور که اسپوردید آقای مهندس زاهدی که خودشون از بزرگان مهندس هم، آقای دکتر مهاجر، آقای مهندس مردوخی، آقای هم دکتر مستقیمی که از اتاری اصلشون روی مجله داشتید و در ماه دسامبر گذشته موفق بشن به برنده مدال طلای تحقیقات از دانشگاه تورن گرفتن، شخصی آقای دکتر توکلی، شخصیت های خیلی خیلی برجسته در هیئت امنا که گفتیم ما سالها پیش باهاشون چیز کردیم و ایشون مهندس طراح سی ان تاور هم هستن. ایشون شخصیت نامی، اینا همه بچه های هستن، آقای مهندس کامیاب،
آقای منس خداونده که از مهندسان بسیار برجسته سیویل هستن، خیلی بچه های خوب و ارزشمندی هستن در هیئت مدیره ما. شما مجله هم دارید؟ بله، ما یه مجله داریم به نام مجله مهندس که این مجله مهندس هر فصل چاپ میشه. فصل نامه است. کوشش قبلا سال یه دونه چاپ میکردیم ولی الان فصلنامه است و امیدواریم که بتونیم ادامه. اینم عکس پروفسور مستقیمی هست که عرض کردم عضو هیئت امنای مهندسه و در دسامبر سال گذشته موفق به جایزه طلای تحقیقات در دانشگاه تورنتو شدن و ما یکی از افتخارات معرفی میکنی کسانی که افتخار آفرینه. بله واقعا، ما علاوه بر اینها خب ما یه برنامه دیگه جدید داریم که اولین چیزی هست که کالج همبر اسپانسر کرده که ما یک مسابقه ریاضی برای بچه های نورت یورک و ریچمونتیل برگزار میکنیم که در واقع و بهشون جایزه بدیم. اینا تشویقی ما رو در جهنه کار بذاریم. حتما با شما هم حتما در این مورد بودیم و از شما هم خواهش میکنیم که این رو انعکاس بدید. یک مسابقه یه پروژه تحقیقاتی هم دادن که بچه های جوان دانشجو مثلا بیان یه توربین بادی بسازن و ببینن که چجوری میشه با هم وسایل ابزار ساده یه توربین ساخت و ازش برق گرفت. اینا اون چیزاییست که در واقع ما تشویق میکنیم کار مهندسی رو و امیدواریم که در این سمت کارمون موفق باشه. علاوه بر این ما یکی از کارهای مهم ما اینه که کمک بکنیم به این بچه های نیوکامر، بچه های تازه واردی که میان، بله. دستشون رو بگیریم، کمک بکنیم در راه پیدا کردنش و چجوری جاب سرچ کنن، چجوری رزومهشون رو بنویسن، چجوری راه رو به جلو باز کنن، چجوری بشن پروفشنال انجینیر. اینا همه کمک هایی هست که چیز برای آقای مهندس مثلا چنگیز سعد که خودش یکی از اعضای هیئت امنا است، ایشون در این زمینه در طی این سالیان طولانی خیلی خیلی کمک کرد و الان هم ماهانه یه جلسه دارن در این زمینه و خب این خدمات بگه باید کارهای خیلی عجیب و غریب انجام داد. خدمات همینه دیگه. بله. ما اینکه کاری که میتونیم انجام بدیم در محدودی که انتونیم. آفرین به شما برای اینکه زحمت میکشید. ما به وجود یک چنین نهادی که به جامعه خدمت میکنه افتخار میکنیم. امیدواریم که یه چیز دیگه هم اضافه بکنم. ما علاوه بر این در ماه که یه جلسه اول ماه داریم، در طول ماه هم جلسات برای رشته های تخصصی مهندسی داریم، جلسات سخنرانی از آدم های شاخصی که در حوزه های مهندسی، مثلا ما برای رشته مهندسی مکانیک ما یه جلسه داریم، جلسه که سخنران دعوت میکنیم. اطلاعاتون توی سوشال میدیا هست؟ خیلی بله، ما در سوشال کام و بعد ما هر کسی بخواد اطلاعات پیدا بکنه سایت مهندس.com رو بره و ایمیل ما هم از kanoon@mahandes.com خیلی ساده میتونه با ما تماس بگیره و اکثر این سخنرانی های ما هم روی وبسایتمون لینکش گذاشته که شما میتونن ورودی داره؟ نخه، همه اینا مجانیه. ما تمام این خدماتی که میدیم مجانیه، برای هیچ از هیچ کس هم هیچ چیزی نپوری گرفته ایمون هم میگیریم. زنده باشید. مشکلاتی هم هست سر راهتون؟ بله، خب هر حال ببینید آقای چیزی غیر از مشکلات مالی؟ نرمه. ما خب علاوه بر این چیزا باید توجه کنید که هنوز کار داوطلبانه تو که توی ما ایرانیا شناخته شده نیست، به عنوان یه فرهنگ به فرهنگ تبدیل نشده. بله، این باید فرهنگ بشه. یه چیزه، این باید تبدیل بشه فرهنگ که همه فکر بکنیم که اگر همه با هم کار بکنیم در کلکتیو میتونیم همه چیز رو هم داشته باشیم. یادتون باشه این جمله حافظ رو که حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت. آری، به اتفاق جهان میتوان گرفت. یعنی ما وقتی با هم هستیم دستمون تو دست همه جا موفقیم. بله، با اتفاق. این با اتفاق الان اتفاقی که بین ایرانیای خارج از کشور و داخل کشور با هم گفته با هم دیگه دارن به اصطلاح و دیگران هم بکنند آنچه مسیحا میکرد. این خیلی خوبه. مهمیه که فرهنگ داوطلبانه همونجوری که میگیرین از مردم، همونجوری که از جامعه میگیرین، خب یه قسمتی رو هم بگیم که خب ما هم به خاطر قدردانی و سپاس از این توجهی که به ما میکنن و این خواسته‌ای که به اصطلاح ما بهش رسیدیم، ما هم به جامعه بدیم، ما هم بیام داوطلب بشیم. خیلی میرن خیلی جاهای مختلف داوطلب میشن. داوطلبی روح آدم رو بزرگ میکنه، آدم بزرگ منش میشه و به جامعه خدمت میکنه، جامعه بهتر پیش میره. همینطور من یک از فردوسی نقلی بکنم ببینیم به چه زیبایی این سخن رو میگه. میگه فریدون فرخ فرشته نبود،
به ناز و به انبر سرشته نبود، به داد و دهش یافت اون نیکویی. تو داد و دهش کن فریدون توی. بله. یعنی اگه شما بیای، شما کمک کنی، از میانه را بیا. ما مشکلات مالی همیشه داریم، ما عرض کردم با کمترین درآمد، با کمترین منابع کار میکنیم. و واقعا تونستیم 36 سال دوام بیاریم. چرا؟ برای اینکه جوهر و عنصر اصلی کار ما عشق بوده. این عشق هست که همه اعضای هیئت مدیره، اعضای امنا، همشون داوطلبانه عاشقانه وقتش میذارن که در خدمت جامعه باشن، جامعه ایرانی. و این اون که میتونه ما رو به سرمنظر مقصود برسونه. 100% الان هزاران مهندس اینجاست، امیدوارم که این برنامه رو ببینن، بشنون و بیان ملحق بشن، کمک بکنن به جامعه‌ای که، به انجمنی که داره به جامعه خدمت میکنه. بله. جامعه بزرگتر کانادا و جامعه ایرانی. سایت مهندس.com www.mohandes.com. بله. و این در واقع چیز کانونی ماست. به راحتی میتونم به مهندس. از حضور شما های مهندس سپاسگزارم. برای من از طرف خودم و هیئت مدیره از مهر و لطفی که تلویزیون ایرانیان به کانون مهندس میشه و همیشه حامی ما بوده و من واقعا ما وظیفه‌مون انجام بده سپاسگزارم و از همه عزیز بینندگان عزیزی که توجه کردن به این برنامه قدردانی میکنم و آرزو میکنم که بتونم بیشتر در خدمتشون باشم. بله، از شما سپاسگزاریم. مرسی که بیننده ما بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.